خداوند پاک و بی‌نیاز. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. شب شما بخیر، امیدوار هستم که صحت‌مند و سر حال باشید و امشب هم بیننده مسابقه آی کیو در خدمت شما هستم و سه اشتراک کننده هم همراه ما هست. 30 گزینه و 3 گزینه‌ای که صفر هست. خدا کنه در کنار ما بر شما خوش بگذره و بهترین لحظات داشته باشید. به طرف اشتراک کننده ها می‌ریم و مسابقه آی کیو را آغاز می‌کنیم. سلام بر شما و بر بیننده های عزیز شما. مریم محبوبی هستم، از محصلین ژورنالیسم از یکی از پوهنتون های خصوصی. پاتیالا هستم، یکی از محصلین پوهنتون ژورنالیسم و بسیار خوش هستم که امروز در برنامه هستم با شما. به نام خدا، روبینا رحمی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه آی کیو. خوش آمدید مریم جان، پاتیالا جان و همچنان روبینا جان، محصلین عزیز ما با مسابقه آی کیو. خدا کنه کاملا آماده باشین، مسابقه را پر انرژی پیش ببرین و همچنان امتیازه خوبی به دست بیارین. 30 گزینه در اختیار شما هست، فقط دقت داشته باشین، سرعت عمل و همچنان امتیازی که به دست میارین اونا رو کوشش کنین که حفظ کنین، چرا که 3 گزینه در بین 30 گزینه ما صفر هست، امکان داره اون اگر اون رو انتخاب کنین تمام امتیاز شما صفر شوه. پس کاملا آماده باشین و به طرف 30 گزینه که شما قرار است برین. اما قبل از اینکه به طرف گزینه ها بریم، سوال عمومی از شما می داشته باشم. هر کدام تو زودتر جواب دادین مستحق هستین، زودتر میریم به طرف گزینه و اولین انتخاب از اون آغاز میکنیم. سوال عمومی که از شما می داشته باشم ای هست: اولین نشریه چاپی افغانستان چه نام دارد؟ شمس النهار. شمس النهار، آفرین روبینا، جوابت کاملا درست بود و خدا دیگه خوش هست اول مسابقه هستی. 30 گزینه در اختیار خود است و اولین انتخاب از خود شروع میکنیم. گزینه ها کدام گزینه؟ شش. گزینه شش را انتخاب میکنه. میبینیم شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. قبول میکنن و 30 ثانیه وقت داری خودت روبینا تشخیص بدی. بگو برامو نام شخصیت سیاسی چی هست. ثانیه در گذر هست، دقت کن خوب به طرف تصویر ببین. وزیر پیشین وزارت داخله در دوران حکومت حامد کرزی هم بودن. 8 ثانیه. دو، یک و وقت تمام شد. متاسفانه روبینا نتونست تشخیص بده و هیچ امتیازی به دست نآورد، چرا که معلومات نداشتن و نمی‌فهمیدن نام شخصیت سیاسی میتونه چی باشه. مشتبه پتنگ نام شخصیت سیاسی بود که خود نتونستی تشخیص بدی و هیچ امتیازی به دست نآوردی روبینا. خیر است، امید در دست نتی، بازم به طرف خودت میایم و میتونی شانس بعدی تا امتحان کنی. مریم چقدر آماده هست؟ چی فکر میکنی؟ آیا میتونی در این مسابقه امتیاز خوبی به دست بیاری؟ بیا از امی اول نظر تا بر ما بگو. خب 50%. 50%. بعضی اشتراک کننده ما میاین 20% بالای خود باور دارن، وقتی که پیش میرن میگن تا 80% هم تا رسیده که ما میانی میتاریم که خوب پیش بریم. اینا رو خود از 50 آغاز کردی، خیلی خوب است، پایت مثبت است. گزینه ها و انتخابی که مریم میداشته باشه کدام گزینه؟ 13 را انتخاب میکنن. میبینیم مکان های تاریخی جهان. قبول میکنن. 30 ثانیه وقت داری، بر ما بگو نامی مکان تاریخی چی هست. کشور فرانسه هست و خب کشور فرانسه، نامی برج، این برج نامش بر ما بگو. برج برج شش، پنج، چهار. ثانیه تمام شد. مریم برج بوستان. متاسفانه مریم وقت تمام شد و خودت هم وقتی جواب که برام دادی و هم درست نبود. برج ساعت بیگ بن. برج ساعت بیگ بن که در شهر لندن واقع هست، بزرگترین و معروفترین برج ساعت جهان هم هست. پتیاله و گزینه ها کدام گزینه؟ ده را انتخاب میکنه. جهان شناسی قبول یا رد؟ امتیاز نداری؟ فکرم نکو، بیا قبول که امتیاز بگیر. مجبور هستی، اول برنامه است دیگه، مجبوری نیست، هنوز خوبم است. 30 ثانیه وقت داری برای ما تشخیص بدی این تصویر از کجا گرفته شده، اصلا کجا هست اینجا. یک قلعه هست در کشور اندونزی.
قلعه چی؟ نامش نمیفهم، فکر کنم این تصویر از تیاره گرفته شده باشه، از خاطر که از بالاست. وقت تمام شد، پتیاله وقت تمام شد و نتانستی بر ما بگوی نام قلعه چیست. قلعه پرومو در کشور اندونزی. خودت نتونستی تشخیص بدی و ما برات نگفتیم که از کجا گرفته شده، فقط برام مهم بود که نام قلعه را برام بگویی، ولی متاسفانه وقت تمام شد و خودت امتیاز به دست نآوردی. هر سه شرکت کننده ما در انتخاب اولشون خوب نبودن و این امتیاز به دست نآوردن. بازم به طرف روبینا میریم و انتخاب بعدی که می داشته باشه از بین گزینه ها. روبینا کدام؟ گزینه 22. 22 میبینیم. افغانستان شناسی قبول. شاید بارها رفته باشی اینجا، دیده باشی. پل شیر دروازه؟ چی؟ پل آرتن؟ پل شیر دروازه است؟ آرتن یا شیر دروازه؟ پل آرتن. هر دویش. خب ببینیم نتیجه را، یا که فکر میکنی میخوایی که باز افکر پل آرتن. کنی؟ جواب آخرت همی است بر ما؟ مطمئن است پل آرتن است؟ مطمئن است. ثانیه کم باقی مانده، ولی بازم میریم میبینیم نتیجه را. آفرین روبینا، تشخیصت کاملا درست و بالای گپ خود باور داشتی و خودت امتیاز به دست آوردی. تبریکت باشه. امتیاز تا ببینیم. امتیاز روبینا 1000 امتیاز خود به دست آوردی. آفرین، در انتخاب دومت خیلی خوب بودی، چرا که تانست امتیاز به دست بیاری. امتیاز تا حفظ کو از دست ندی، چرا که سی گزینه صفر ما هنوز در برنامه باقی مانده. بعد از وقفه ادامه آی کیو. بخش دوم مسابقه آی کیو هست و شما دیدین که در بخش قبلی روبینا تانست 1000 امتیاز به دست بیاره و حال نوبت به مریم رسیده و انتخابی که می داشته باش از بین گزینه هایی که باقی مانده. ببینیم در انتخاب دوم میتونه شانس از آن خود کنه یا که خیر. گزینه ها کدام گزینه مریم؟ سوم. سه. گزینه سه را انتخاب میکنه. مکانهای تاریخی افغانستان قبول. خب اینجا کجا هست؟ رفتی اینجا؟ نرفتی؟ در ولایت قندار میباشم. یکی از در ولایت کندهار می باشه، مطمئنی؟ باشه برد میگم. خو ایده شهر کابل هست، بیشتر روزه مناسبتی اینجا بیشتر بر چکر میرن. یکی نامش چی هست؟ کجا هست؟ وقت تمام شد مریم. متاسفانه مریم باز هم نتونست تشخیص بده. ما برشام گفتم که در کابل هست، بیشتر روزه مناسبتی که میشه مردم اینجا بر چکر و تفریح میرن، ولی متاسفانه مریم فکر کنم نرفته بود و نمیفهمید کجا بود. نه ایج نرفته بود اینجا؟ یا وقتی که ما بعد گفتم کابل است متوجه شدی؟ وقتی گفتین کابل است متوجه شدم که در مکرویان کهنه. باش که ما بر مریم بگم اینجا کجا بود. تپه مرنجان بود که بیشتر اینجا بر چکر و تفریح زیادتر میرن. خب من البته از دور دیدیم، از نزدیک نرفتم تا حال، ولی تصمیم دارم برم یه بار بر چکر چون زیاد توصیف کردم. مریم بازم نتونست تشخیص بده و امتیازی به دست نآورد. پتیاله و گزینه ها کدام گزینه؟ گزینه دو. دو را انتخاب میکنم. بله. شخصیت های سیاسی جهان قبول است. نام شخصیت سیاسی پادشاه عربستان است. نامش پادشاه عربستان. خب نامشان؟ نامشان پادشاه هفتم و کنونی عربستان سعودی است. رئیس مجلس وزیران عربستان سعودی و رئیس آل سعود هم هست. نامش چی است؟ نامش نمیفهم. وقت تمام شد و پتیاله بازم نتونستی خودت تشخیص بدی. البته نام خیلی سختی هم داره. ما میفهمیم که نمیتونی جواب بدی. نام شخصیت سیاسی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود. روبینا 1000 امتیاز داره و پیشتاز هستن فعلا در بین اشتراک کننده های ما. ببینیم چی میکنه از این به بعد در برنامه. گزینه ها 26. 26 میبینیم. دنیای میوه ها
قبول. قبول میکنن. نامی میوه؟ امرود. چی؟ امرود. امرود؟ با. فکر کو بازم 20 ثانیه وقت داری؟ املوک. چی؟ املوک. املوک یا با. امرود؟ امرود است. امرود یا املوک؟ امرود. امرود یا املوک؟ امرود است. میبینیم نتیجه را. متاسفانه روبینا امرود گفتی، باز املوک گفتی، باز ما گفتم امرود یا املوک، باز تو گفتی نه امرود، باز ما گفتم املوک یا امرود، باز تو گفتی امرود که جوابت اشتباه برآمد، بلکه املوک بود. املوک بود. بعضی وقتا از یک جوابی که در ذهنت میگرده شاید او که به نظر فری تر میرسه شاید جواب درست باشه، که خود دیگه زیاد بالای از او تاکید نکردی و فقط گیر داده بودی به اونمو امرود امرود بود، هم اشتباه آمد. متاسفانه روبینا تشخیص درست نبود. حال ببینیم چی بلای سر امتیاز آوردی. یک از آن امتیاز در دست دادی، صفر شده روبینا، یعنی که برگشتی به خانه اول. کوشش کو بتانی بازم جبران کنی یک هزار امتیاز از دست رفته ایتا. مریم و گزینه ها. 28. میبینیم. آوازخوان های مطرح افغانستان. قبول. آهنگ میشنوی؟ آوازخوانه را میشناسی؟ کمی بیش. ای آوازخوانه میشناسی؟ ولی اجازی؟ خب فکر کو. دلیل نمیشه هر کس از اینکا زده باشه ولی اجازی باشه. وقت داری؟ فکر کو. به طرف تصویر ببین. برما بگو نامی آوازخوان چی است؟ مریم؟ 12 ثانیه. دو بیادر هستن، هر دوشان هم هنرمند هستن، با هم میخوانن. صدیق شباب. صدیق شباب. میبینیم نتیجه را. آفرین مریم به خودت. باش که چک چک کنم برای که روحیه بگیری. بعد از سپرشون چقدر گزینه ها خودت تانستی که جواب درست برای ما بتی. نام آوازخوان صدیق شباب بود که مریم تانست تشخیص درست برای ما بتا و امتیاز به دست آورد. میبینیم امتیاز مریم ها. یک از آن امتیاز به خودت تبریک باشه. مثل روبینا نشه که باز خودت هم یک از آن امتیاز تا دست بتی. درست است؟ از این بعد دیگه هوش و حواس خوبتر جمع کو و کوشش کو که به سطح بالاتر برسانی امتیاز ده. گزینه های زیادی باقی مانده و همچنان وقت شما هم خیلی زیاد هست. بعد از وقفه برمیگردیم. خوش آمدید به بخش سوم مسابقه آیکیو. خدا کنه خسته نشده باشید. نوبت به پتیاله رسیده. ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه. آیا میتونه امتیاز بعد از بیاره در بخش سوم، چون وقت بسیار کم در برنامه باقی مانده. گزینه ها کدام گزینه؟ گزینه 16 را انتخاب میکنه. میبینیم. شخصیت های فرهنگی افغانستان. قبول. 30 ثانیه وقت داری. نام شخصیت فرهنگی چی میتونه باشه؟ یک تن از فرهنگیان و رئیس حمایت از رسانه های افغانستان. فکر نکنم یاد باشم. فکر کو. میتونی. وقت تمام. متاسفانه پتیاله بازم نتونست تشخیص برام بده. میگی فکر نکنم. کاری میشه بدون فکر کردن؟ نمیشه. نه یک چیزی که مثلا اینا تا میتونی فکر کو. نام شخصیت فرهنگی مجیب خلوتگر. مجیب خلوتگر. بله. یک تن از فرهنگیان و رئیس حمایت از رسانه های افغانستان هم می باشه. خب متاسفانه بازم پتیاله امتیاز به دست نورد. صفر بود، صفر هم باقی ماندن. روبینا 1000 امتیاز خود از دست داده. ببینیم جبران کرده میتونه در انتخابی که همین لحظه می داشته باشه. گزینه ها. کدام گزینه؟ 12 انتخاب میکنن. نباتات. قبول. 30 ثانیه وقت داری. نامی گل برای ما بگو چی است؟ تمامش یک نوع گل است؟ به نامی گل خیلی آهنگا نامی گل گرفته شده. سنم. چی؟ گل سنم. گل سنم. نزدیک شدی. سین داره اولش. سنم سواد میخوره. ایسه دندانه میخوره. گل سنجد. گل سنبل. متاسفانه روبینا وقت تمام شد. باز بر ما گفتی گل سنبل.
گل سنم گفتی، گل سنجد گفتی، وقت تمام شد، باز رفتی گفتی گل سنبول، که گل سنبول درست بود ولی وقت تمام شد. یعنی در وقتی که خود با جواب درست بر ما میدادی ندادی، وقتی که وقت تمام شد خود جواب بر ما دادی. یعنی که شانست سوخت، جواب درست ولی شانست سوخت اینجا. روبینا متاسفانه تشخیصی که داد درست بود بر ما، ولی متاسفانه وقتی که وقت تمام شد بر ما جواب درست دادن و هیچ امتیازی به دست نآوردن. خب امتیاز به دست نآوردی روبینا، متاسف هستم. مریم خودت یک هزار امتیاز داری؟ خوش هستی از یک هزار امتیاز به دست آوردی؟ بله. تا آخر برنامه اگه امتیاز زیاد شد تقسیم میکنم روی روبینا و پتیاله؟ حتما. چرا نه؟ شیرینی میتی خوب بر شما دیگه، سرت میگم شیرینی. حتما. به طرف گزینه ها میریم و انتخابی که مریم میداشته باشه. 25. دنیای حیوانات، قبول یا رد؟ حق رد کردن داری؟ رد. رد میکنی؟ نمیخوای جواب بدی؟ خب مریم این گزینه را رد میکنه و نمیخوای جواب بده. پتیاله خودت چی؟ این گزینه را قبول میکنی یا میخوای دیگه انتخاب داشته باشی؟ ما میخوایم یک انتخاب دیگه داشته باشیم. این گزینه رد میشه و میره به لیست سیاه و انتخاب بعدی که پتیاله میداشته باشه. خب کدام گزینه؟ گزینه 14. 14 را انتخاب میکنه. ببینیم. آوازخوان‌های مطرح افغانستان. قبول. نامی آوازخوان؟ سهر آسان است. این سوال خوب. نامشان نغمه است. خب نغمه است؟ مطمئنی نغمه است؟ بله. اول نامشان شاپیره بود. چی بود؟ شاپیره بود نامشان. نام اصلیش؟ بله بله. باز خودشان گفتن که دنیای هنر که آمدم باز نام من نغمه ساختم. خب نام هنرش نامش نغمه است. یک آنگش رو برمو زمزمه کده میتونی؟ متاسف هستم. خب بیا اول نتیجه رو ببینیم. سهیست. بسیار عالی پتیاله، جواب کاملا درست بود. شاپیره که بعد به نغمه تبدیل شد. جواب کاملا نام هنریش دیگه البته نغمه است، همه که به نام نغمه ای را زیادتر میشناسن. امتیاز پتیاله میبینی، یک هزار امتیاز به خودم تبریک باشه. با مریم در یک سطح هستیم، ببینیم کدام تان میتونی برنده مسابقه امشب ما شویم. آهنگ برای ما زمزمه نکردی، ایده گردنت باشه. بازر جدیم روی سرکم دیدم سر زمزمه میکنم. حتما. روبینا و گزینه ها. وقت برنامه ما تمام شد. اشتراک کننده های عزیز صدا به گوشتان رسید؟ یعنی که وقت برنامه ما تمام شد. مریم و پتیاله یک هزار امتیاز دارن هر دویشان. چی میکنین شما بین تا کدام یکی تارا ما برنده بگوییم؟ خودشان برنده باشن. حق اولیت اینجا با آقاین داده میشه یا به خانما؟ نه به خانما. راست میگی؟ بله بله. یعنی 100%. 100% دیگه. یعنی حق خودم میتی با مریم. مزاح کردم همراهیتان. خوش شدم از دیدنتان، خوشحال شدم از اینکه به برنامه اشتراک کردی و خیلی خوب پیش رفتین، عالی بودین. انشالله که در عرصه زندگیتان همیشه موفق باشین، شاد باشین. تبریک باشه جایزه که بر شما در نظر گرفته آیکیو، وقت خوش داشته باشین. شکر از شما. سپاس از شما بیننده های عزیز. وقت لحظات خوب خوش بر شما هم میخوایم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.